حکم تخریب مسجد امام حسین علیه السلام در عوامی صادر شد اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که حکومت وهابی آل سعود در جدیدترین اقدام خود علیه شیعیان دستور تخریب مسجد امام حسین علیه السلام که شهید آیت الله نمر باقر نمر در آنجا نماز جماعت برپا می کرد را صادر نمود به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعن جهان به نقل از پایگاه خبری تحلیلی مرات و جزیره مقامات سعودی از اعمال سیاست تبعیض مجازات و هدف قرار دادن ساکنان قطیف الاحسا دریغ نمیورزند و همچنان به تحمیل سیاست آوارگی و حمله به میراث باقی مانده از انقلاب این منطقه در سال 2011 میلادی اصرار دارند و همزمان جنگی را علیه آثار باستانی قطیف آغاز کردند و اقدام به تخریب و محو آثار آن تحت بهانه‌های تغییر و توسعه می‌کنند در همین راستا مسجد امام حسین علیه السلام هم در معرض تهدید به تخریب قرار گرفته است عادل سعید فعال حقوقی بشر عربستانی از صدور حکم تخریب مسجد امام حسین علیه السلام در شهر عوامیه توسط مقامات سعودی پرده برداشت و با اشاره به ویژگی های نمادین این مسجد گفت در این مسجد نماز جماعت به امامت شهید شیخ نمر باقر نمر برگزار می شد. و شهید نمر در آن به خطبه خانی می پرداخت از سعید در سلسل از سعید در هایی بیان کرد مقامات سعودی می که هر موضوع مرتبط با شهید نمر را ریشکن کنند مقامات سعودی از طریق یک طرح تخریبی به دنبال هدف قرار دادن آثار تاریخی منطقه هستند که از قرعه قطیف آغاز می شود و تا مجسمه اللولو و مسجد المسئله ادامه می آبد. فعالان می گویند طرح هدف قرار دادن مسجد امام حسین علیه السلام در عوامیه به هدف تلاش برای نابودی همه نشانه های محل آغاز جنبش مردمی است